بینندگان عزیز سلام بر شما، امروز با شما هستیم و خیلی هم خوشحال، امیدواریم شما هم خوشحال و شاد باشید. جمعه هست، سوم اردیبهشت ماه 1359 برابر با 22 آپریل سال 2016 میلادی. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد خواهیم بود از ایران. ایشون حدود 80-81 پروگرام تا حالا تهیه کردن در رابطه با بهاییت، از کتابای خودشون صحبت میکنن و همیشه هم دعوت کردن که دوستان بهایی اگه مایل هستن در برنامه ایشون شرکت کنن. و اما خبری که دیروز جامعه هنری آمریکا و دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داد، فوت شدن یا فوت کردن آقای پرینس بود، خواننده‌ای که فکر کنم هم سن و سال مایکل جکسون بود. و خیلی جالبه، امروز امسال دو تا از اینها که دوست هم بودن هر دو در سن 57 سالگی فوت شدن و پرینس به عنوان اسطوره موزیک در به اصطلاح رشته سول و بهش میگن فانک که اینها چیزای موزیک آمریکایی اینها هست و حقیقتا اینها انقلابی کردن حتی در این جامعه آزاد آمریکا، ولی اینها با سنت شکنی کارایی رو انجام دادن. اول گفته میشد که ایشون هفته قبل هم از آتلانتا که داشته میمده بیمار شده در هواپیما و هواپیما مجبور شده بشینه نشست اضطراری در یکی از شهرهای سر راه، گفتن که شاید نمونیا گرفته مثل فلو بوده و اینها، ولی از دیروز بعد از ظهر خبرها رفت به این سمت و سو که ایشون دفعه قبل اووردوز کرده. اووردوز اونایی هستن که معتاد هستن و وقتی میکشن چون از حالت خودشون میرن بیرون دیگه نمیفهمن چقدر میکشن، انقدر میکشن که مغز و قلب و اینا از کار میفته. امیدوارم نصیب هیچ کدوم از من و شماها نشه. در صورت میگن که احتمال داره باز هم این اووردوز بوده و جسد رو بردن به کالبد شکافی و اینها، پزشکی قانونی، ببینیم چی میشه. و خواننده‌های دیگه، هنرمندهای دیگه هم درباره ایشون حرف‌های بسیار خوبی زدن و از دیشب تا حالا خیلی از جاها چراغ‌های ساختمونشون رو به نام به رنگ همون بنفش و اینها که سمبل ایشون بوده، حتی شعرهایی رو در این رابطه خونده بوده، روشن کردن. خب و اما همین الان که من با شما صحبت میکنم، آقای اوباما همین الان که نشاید یکی دو سال زودتر و شادم الان شب دیگه 6 عصر در انگلستان، 8 شب ببخشید 6 ساعت از ما جلوتر هستن، 8 شب هست در انگلستان و به دلیل اینکه عمه کوین ملکه انگلستان 90 ساله شده، آقای اوباما هم رفته برای دستبوسی و قرار شام هم اونجا باشن. حالا ببینیم، حتما فیلم و عکس و ایناش منتشر میشه، فردا این ور اون ور پخش میشه. ولی از این مهمتر سفری بود که آقای اوباما، اون وقتا میگفتن چی فلفور میگفتن، ولی فکر کنم اصلش بلفور هست، درستش نمیدونم حقیقت، رفت به عربستان. بعد از اینکه آمریکا یه بار گفته بود عربستان مفتخور، فری رایدر معنیش برای ما مفتخور و نمیشه بهشون اطمینان کرد به عنوان دوست، بعد ماجرای 28 صفحه مدارکی که حذفش کردن. شما ببینید تو مملکت آمریکا یه کمیسیونی رو تشکیل میدن 1000 صفحه میاد تحقیق میکنه، نمیدونم 5 میلیون سند رو میاره و اینها، وقتی اون کتاب رو میخوان چاپ کنند 28 صفحهشو باز وزارت ارشاد و ساواک و نمیدونم وزارت فرهنگونه رو هر چی بوده میاد حذف میکنه. راستی کی مسئوله توی آمریکا درباره حذف کردن اینها؟ دیدیم بعض وقتا پرونده هایی که میاد بیرون خط مشکی کشیدن. خب اینها پرونده هایی هست که سازمان سیا میگه اینها هنوز محرمانه است و مثلا بعضی هاش بعد از 15 سال، بعضی هاش بعد از 20 سال، اینی که میگن خیلی محرمانه، خیلی خیلی محرمانه، تاپ سیکرت سیکرت و اینها درجه بندی داره. کی مسئوله شما میدونید توی آمریکا؟ و عربستان در پاسخ به آمریکا که گفته بود این به اصطلاح سران عربستان یا دولت عربستان
دست داشته در اون ماجرای حمله به اون ساختمون‌های دوقلو در نیویورک، حمله به پنتاگون و اون هواپیمایی هم که گفته میشه داشته میمده یا بزنه به مجلس یا بزنه به کاخ سفید، چون مجلس و کاخ سفید تقریبا 16 بلاک، 16 بلاک شما در عرض نیم ساعت میتونید پیاده راه برید، که میگن مسافرین در راه پنسیلوانیا دعوا کردن با این تروریستا و به اصطلاح هواپیما رو زدن زمین اون وسط اون دهات و دشت و اینهای چیز، ببخشید من این رو که اشتباه زدم، بله اونجا هواپیما رو زدن زمین و الان یه جایی هم اونجا درست شده به عنوان جایی که میرن به اصطلاح یک حالت مقدسی پیدا کرده، احترام میذارن به اونایی که اون روز توی این هواپیما از بین رفتند و کشته شدند. و اما دوستمون خانم ماندانا لطف کردن پیامی زد، اولا 2-3 نفر ایمیل زدید و تماس گرفتید راجع به آقای اجلالی. اگر به آرشیو آقای اجلالی رو نگاه کنید، بذارید من بهتون اینجا نشون بدم، نوشتم که ایشون به دلیل کارهای شخصی گفتن چند هفته برنامه نخواهم داشت. حالا میدونید که ایشون بارها هم تو برنامهاش گفت که کار چیز انجام میده به اصطلاح کارهای ساختمونی و اینها، با وجودی که مهندس یا کارشناس ارشد مکانیک هست، ولی ببینید اگر شما بیاین صفحه آرشیو ایشون، البته شاید من باید تاریخ میذاشتم، مینوشتم 20 آپریل، ولی دیگه نوشتم آقای اجلالی به دلیل کارهای شخصی، بذارید به دلیل کارهای شخصی چند هفته برنامه نخواهند داشت، لطفاً با ایشان مستقیما تماس بگیرید. دو تا اشتباه کردم، یک تاریخ باید میذاشتم، یک شماره تلفن ایشون رو، دو تا اشتباه کردم. شما معلم خوبی باشید، از 20 کم کنید، نمره من میشه 18. این چند هفته دیگه یادم میاد یه روزی من رفتم اتفاقاً برای مجاهدین مجانی فیلم برداری کنم، آقای مرداد، آقای علی آقا، آقای فیلابی، آقای خواننده، آقای فلان، و چون دیدم که دیر شد از اونجا یک فیلمی رو گذاشتم که برنامه امروز چند دقیقه دیرتر اجرا میشه. یادم میاد خانم لیلا انصاری زنگ زده بود که آقا چند دقیقه دیرتر، گفتم بابا چند دقیقه دیرتر معنیش اینه که خود منم نمیدونم. فیلمی هستیم ما ایرانی ها و هستیم دیگه، هم دیگر هم دوست داریم با همه این مشکلات و با همه این معایبی که داریم. و بله سفر اوباما به عربستان با این سرعت، اوباما هم ثابت کرد که غلام حلقه به گوشی بیش نبوده و نیست، و عربستان هم به اصطلاح میگه که هیچ کس، یعنی اوباما میگه هیچ شهروند آمریکایی حق نداره از عربستان شکایت کنه. بعد میگه اگه ما از بذاریم شهروندامون از کشورهای دیگه شکایت کنن، خب شهروندهای دنیا هم میان از آمریکا شکایت میکنه. این از این ور اینو میگه، از اون ور خودتون بخونید تا حالا چند تا شهروند رفتن شکایت ایران رو کردن، از ایرانی گرفته تا آمریکایی، و پولهای کلانی هم به جیب زدن. به این میگن دبل استاندارد یا یک بام و دو هوا. خب اوباما هم این رو ثابت کرد، پرینس رو گفتیم، آقای حسن ارشاد رو گفتیم، 22 آپریل، 3 اردیبهشت 1395. گفتم هفته پیش تقصیر من بود که به دوستان قول داده بودم بعد برنامه اجرا نشد و اینها، دوستانی که میخواستن تماس بگیرن صحبت کنن نتونستن. ممنونم از خانم ماندانا که لطف کرده و با پیگیری امروز پیامی گذاشتن، با هم بشنویم پیام ایشون رو در رابطه با مدامون کلاس اول دبستان هست، که یک فردی که انقدر پست فطرت بود که وقتی من آمدم گفتم دیگه اصلا پیداش نشد، اثری از تلفن و اینها هم نشد، و به نظر میرسه بعضی وقتا نمیتونی بگی جواب ابلهان خاموشی است، باید بزنی تو دهنشون و وایسی شما هم حرفت رو بزنی تا اونها به قول معروف خفه بشن و گورشون رو گم کنن. ممنونم از افرادی که آمدن یکی یکی گفتن، از پتریک عزیز گرفته، پتریک درسته یا پتریک، و دیگر دوستان
تا این خانم ماندانا که در رابطه با دورانی که اینها مدرسه بودن، کلاس اول بودن، من خودم این کلاس اول دبستان کتاب سال 1339 مال ما این نبود و کتابا عوض شده بود، احتمالاً به همین دلیل عوض شده بود که یک کسی گفته بود بابا این کار را نکنی، این چیزی که شما به مردم نشون میدید طرف هرچی هم وضعش خوب باشه تو ایران ناراضی میشه و میگه چقدر من بدبختم، مثلا اینقدر توپ و بازی و فلان اینها ندارن. بشنوید صحبتهای خانم ماندنا. من با اجازه ایشون صحبتاشون رو هر جا که لازم بدونم قطع میکنم، نظر خودم رو میگم. ببخشید ماندنا خانم، بفرمایید. سلام آقای شعبه ماندانا هستم. نمیدونم من هنوزم میشه راجع به کتاب دبستانی سال 1339 به مدرسه های تهران و شهرستان رو صحبت کرد. من حالا یک کمی راجع بهش صحبت میکنم. من دوران دبستان و دبستان خوبی آدم هست، دبستان دولتی بود، البته در شهرستان ها نبود، به قول اون آقا در دهات هم نبود، در تهران بود، خب نه در شمیران، جایی بعدی هم نبود، نزدیک دانشگاه تهران اون خیابون شارزای سابق. البته مدارس دبستان و دبیرستان در اون زمان دختران و پسران نبود، قاطی نبود، جدا بودن. دخترها باید تا انتهای تحصیل در دبیرستان همیشه رو پوش اومد میپیشه و در دبیرستان هم همونطور که گفتی در دبستان در یقیه سفید جداگانه روی رو پوش میپوشیدیم که معمولا چند تا داشتیم، چون از دو سه روزی بار باید عوض جا شسته میشد. موهامون هم باید یا کوتاه میکردیم، کوتاه بود، یا اگه بلند بود باید میبافتیم یا پشت سر جمع میکردیم. پسرها هم همیشه باید موهاشون نمره یک بود، اگر یک کمی بلند میشد مثلا بیشتر از یک یا دو سانتیمتر تو مدرسه با ماشین اصلاح وسط سرشون رو میتراشیدن، مثلا باید وقتی تو کوچه میدیم دارم یا مثل چهار را وسط سرشون که اونم بدم. بذارید من همینجا توضیح بدم. اون کارهایی که روپوش میپوشن که همه بچه ها یه شکل و یونیفرم باشن، اون به نظر من کار خوبیه. حتی اینجا متاسفانه چیزایی که تو ایران میگفتیم همش غلط بود. مثلا میگفتیم مدرسه ملی، در صورتی که مدرسه خصوصی بود. بعد میگفتیم دولتی که نباید دولتی باشه، باید ملی باشه اون مدرسه های دولتی. همه چی غلط بود. اون لباس و اون گردن اینها که شما یه اسم خاصی هم گفتید، اورگل یا هر چیز، اون کار خوبی بوده. چرا دوستان عزیز؟ برای که اون موقع همه در منزل حمام نداشتن، نمیتونستن روزی یه بار دوش بگیرن، خیابانها یا کوچه ها خاکی بود، گرد و غبار و بچه ها بازی میکردن و اینها. این فکر هر کی بوده فکر خوبی بوده، پس ما سعی میکنیم آدم منصفی باشیم، اگه یه چیزی خوبه بگیم خوبه. حتی کوتاه نگاه داشتن موهای پسرها فکر خوبی بوده، چون پسرها بازیگوشترن، فکر موه اینها نیستن، اگر ولشون کنی شپش هم از کلشون میره بالا. در همین آمریکا همین قرن 21 هنوز یکی از مشکلات مدارس شپشه، باورتون میشه؟ و تا یک کیسی پیدا میشه، خب موهای بچه رو کوتاه میکنن که اولا اون حیوان رو ببینن، دوایی که میزنن دواه به مو نچسبه، به سر بچسبه و اون شپش و اینها رو از بین ببره. ولی اینی که شما گفتید که موهای کسی که بلند بود ماشین ور می‌داشتن، من یادمه ناظم مدرسه اصلا این ماشین اصلاحی دستش بود، انگار این باباش سلمونی بوده، صدات می‌زد میگه بیا اینجا. شما خبر نداشتی که مثلا موی یه نفر ممکنه دو هفته‌ای خیلی رشدش بلند بود، موی یه نفر کم باشه. شما موهای منو نگاه کنید، من تو سربازی هم همین مشکل رو داشتم. باور کنید یه سروانی داشتیم، این صدای من می‌زد، بعد میگه سوربی، میگفتم بله قربان، میگفت که موهات خیلی بلنده، میگفتم آقا من موهامو مثلا با این آقای حمید معماریان دوتامون پریروز زدیم، دوتامون هم با ماشین مثلا دو زدیم، موهای من اینجوری وای میسه، موهای این مثل نمیدونم چی میخوابه، الانم هم همینجوره. و خب اگه شما میگید آقا موهاتونو مثلا دو هفته یه بار با ماشین یک کوتاه کنید، بپرس کی زدی، من میگم آقا جمعه هفته پیش زدم، جمعه هفته پیش زدم. چرا غرور بچه رو خرد میکنید جلوی دیگران، رو سرش چهار را درست میکنید؟ خب حالا همین یه را کم
خجالتش میده که شما براش چهار راه درست میکردی بچه های دیگه هم بخندن ازش، این اشتباه بود و بله همه ما اینها یادمونه. دوستان این خانم 90 سالش و 100 سالش نیست، از صداشون معلومه و میبینید که دارن میگن کجای ایران زندگی کردن، کجای تهران زندگی کردن، مدرسه ها اینجوری مختلط نبوده، فلان بوده. یه مقداری اگه انصاف داشته باشید، اشکالات رو بشینید بررسی کنید، مشکلات حل میشه. در صد ممنونم، بفرمایید. برای اون کار بسیار زشتی بود که ناظم یا مدیر مدرسه میومد و دانش آموزا رو جلو دیگران خجالت میداد، موهاشون رو اینجوری کوتاه میکرد. نظر من خیلی توهین‌آمیز بود برای شاگردی که همون مجبور میشن به نمره یک بزنه. ولی یه موردی که من فکر میکنم بچه ها و جوانای اون زمان همه شاید یادشون هست این بود که سر هر چیزی هر کس به خودش حق میداد که بچه های مرور کتک بزنه، معلم، ناظم، مدیر، حتی بعضی وقتا فراش مدرسه مخصوصا تو دبستان پسران، دبستانهای پسرونه، این کاملا مورد قبول همه بود. پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو و خاله و دایی و همه، هر کسی حق داشت که بچه رو کتک بزنه. اصلا در این مورد یه خط شعر بود من یادم میاد که دیگه وارد ادبیات و فرهنگمون شده بود، بچه ها میخوندن چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. این یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی و تربیتی کشورهای جهان سومه به نظر من. شاید یکی از دلایل عقب موندگی ها همینه که از وقتی که یه بچه کوچیک است و موقعی که درس میخونه بعد وارد اجتماع میشه کتکش میزنن، توهین میکنن بهش، تو سری خود بار میاد، جزء زندگی خصوصی و اجتماعیش میشه. هنوزم شاهد هستیم وقتی که اختلاف عقیده و مخالفت هست فوری فوش دادن شروع میشه. اینو تو اینترنت میبینید. وقتی رابطه بین دو نفر، حالا به هر چگونه رابطه، رابطه بین زن و شوهر، پدر مادر و بچه هاشون، خواهر برادر، دو تا دوست، یا یه ملتی با سیستمی که برش حکومت میکنه، وقتی به فحاشی و کتککاری کشیده شد، این نشون میده که هیچ منطقی دیگه کار نمیکنه جز خشونت. این خشونت حالا میتونه جسمی باشه یا از طریق توهین و کوچک کردن و پایین آوردن شخصیت یه نفر. جزء زندگی و خصوصی مردم شده توهین شدن. مشکل چنو لباسی بپوشیم؟ ببخشید بذارید من اینجا یکم صحبت کنم درباره این توهین و منطق و اینها. این توهین پذیری یه ملت خیلی قشنگ شما گفتید، یعنی با اون آموزش غلطی که دادن که بهمون گفتن چوب معلم گله، هر کی نخورده خله یا هر کی نخوره خل خواهد بود، این فرهنگ غلط یا اون تربیتی که به قول شما پدر و مادر تربیت کردن رو با کتک زدن اشتباه میگرفتن و اینها، این به اصطلاح فرمانبری رو توی ملت و ترس رو به وجود میاره که شما از همه همینجوری بترسی، خودتونم دلیلش رو ندونی. خداییش همینجام یه جورای اینجوریه. ببینید من و شما که کار خلاف نمی کنیم، باز تو خیابون وقتی ماشین پلیس رو پشت سرمون میبینیم ناخودآگاه میترسیم و این همون از همونجا سرچشمه میگیره که ما همیشه فکر میکنیم که یک کار خلافی انجام دادیم، یعنی منتظریم یکی ما رو تنبیه کنه. و در مورد مستخدما به نظر میرسه که خب ما تو اون مدارسی که بودیم، تو دبستانی که بودیم، من 3 دبستان رفتم، یکی پهلوی، یکی شعله، مظفر، پهلوی، شاید اینها خیلی کلاسشون رفته بوده بالا، دیگه این تنبیه کردن دانش آموزا رو از مستخدم و بابای مدرسه گرفته بودن و اون رو جایزه داده بودن به معلمای احمق. یه چیزی بهتون بگم، شاید اون معلم هم فکر میکردن دارن دلسوزی میکنن، وقتی که پدر میزنه، مادر میزنه، اونم میگه خب منم دارم کار پدر رو انجام میدم، اینو فرستادن که فعلا چند ساعت من کار پدر و مادر و فامیل انجام بدم. نمیدونم چه جوری تعریفش کنم، ولی من تا اونجایی که یادمه این وظیفه خطیر و بزرگ رو
ناظم مدرسه و مدیر مدرسه انجام میدادن و معلم ها هم به نوعی، و بعضی از اینها انقدر دیگه بیشرف و پست بودن که اصلا چوبای مخصوصی رو توی حوض مدرسه مینداختن که این چوبا خیس بمونه که میزنن به ما چوبه نشکنه، و خیلی درد بدی هم داشت. ما معمولا مدرسه ایامی هست که تابستون که نیست، که زمستون و پاییز و چیز هست، و دست ها یخ میکرد به زور. حالا اومدیم مثلا یه کاری کردیم، اذیت کردیم، با هم بازی کردیم، مشقمون رو ننوشتیم یه چیزی، به جای اینکه یه نفر بشینه قشنگ برامون صحبت کنه، بعد تنبیه اگه میخواد بکنه بگه دو بار مشمول نیست، اول یه سری میزدن ما رو، ما تا یه مدت نمیتونستیم این مداد و قلم رو در دست بگیریم. حالا اینو چه کسی، چه کسی؟ بله از مکتب خونه توسط ملاها رایج شده، ولی چرا در دوره شاه سوئیس رفته هم همینجوری ادامه پیدا کرد؟ یکی از دوستان بیان، اون آقایی که من و شما رو محکوم میکنه که ما چون تو ده بودیم و تو شهرستان بودیم تقصیر ما بوده و ایشون با شورت میرفته، بیاد بگه که این تنبیه بدنی که امروز میبینیم فیلماش خیلی به صورت وحشیانه ای، و ممنون از اینایی که فیلم میگیرن میذارن توی ایران هست، و بعدم میبینیم میان نشون میدن، بعد میگن این معلمه رو اینجوری بوده. حتی خانواده های بچه ها مثل که میرن به اصطلاح یک کتک سیری به معلم و اینا میزنن. من یکی از افتخاراتم اینه که در این حدود 8 سال که هم موقعی که دانشجو و دانش آموز و بعد دبیر بودم این کار رو انجام دادم، یک دونه شاگرد رو هیچ وقت تنبیه نکردم، یه دونه شاگرد رو از کلاس بیرون نکردم. چون خودم یادمه وقتی که من اذیت میکردم افرادی مثل آقای لطیفی، مثل آقای اخلاقی منو از کلاس میکردن بیرون، من خوشحال میشدم، میرفتیم والیبال، اونم سر پول، یعنی هم قمار میکردیم هم ورزش میکردیم. پس اگه ما میخواستیم از کلاس در بریم اذیت میکردیم، اونام احمقا میگفتن برید بیرون. در صورتی که اینجا چه کار میکنن؟ اینجا شما اگه خلاف میکنی فکر کنم میگن دیتنشن دیگه، همون مثل بازداشته. بعد از اینکه همه سوار اتوبوس میشن میرن، شما رو 2-3 ساعت تو کلاس، اونایی که مشق ننوشتن، اونایی که کار خلاف انجام دادن، میشینن اونجا. تنبیه اینه، نه اینکه چون این اذیت کرده از کلاس بکنیش بیرون آزاد. این بچه هم یاد میگیره که هر وقت میخواد بره والیبال بازی کنه، داره تیمی رو میبینه که ضعیف هستن و من میتونم از اینا ببرم، اذیت میکنم، میکنم بیرون، میرم بازی میکنم. همه چی غلط بود، همه چی اشکال داشت. خب بشنوید بفرمایید. پست بگیرین یا یونیفرم باشه، اینا نیست. حالی چه تو داهات باشه، تو تهران باشه، شمیران باشه، دروازه غار باشه، اینا مشکل نبود. مشکل اجتماعی است. در دانشگاه هم دانشجو رو کتک میزدن. اگر تظاهراتی حتی خیلی آروم بود در دانشگاه تهران، من یادمه حتی کشته میشدن در پاییز 1332 سربازها وارد کلاس درس دانشگاه فنی دانشگاه تهران شدن و 3 تا دانشجو سر کلاس دارن کشتن، که از اون به بعد اون روز شد روز دانشجو. سه گفتنی و خاطرات زیاد، اگه بخوام راجع به موارد تر بزنم سخت زیاد گرفته میشه. میدونم الان ممکنه بعضی ها بگن که الان که بدتره، من نمیدونم الان چجوریه، شاید بدتره، ولی چون اونجا از همون اول نبودم و نیستم نمیتونم قضاوت کنم. غلطه قضاوت کردم چیزی که خودم شاهد نبودم و نمیدونم. اونو باید کسی بگه که در ایران بوده در این زمان و یا اینجا مثلا به اونجا میره و برمیگرده و اینا میبینه. حالا اگر عیبشو گفتیم، حالا قصدش هم باید بگیم. به نظر من تدریس درس‌های مختلف با وجود کم بودن امکانات مخصوصا در دوره دبستان خیلی خوب بود، آموزنده بود. درسته که یه محیط ترس بود، همه از معلم و ناظم و مدیر میترسیدن، ولی در هر موضوعی یه مقداری به بچه ها درس داده میشد. مثلا من یادم از وقتی کلاس اول ابتدایی رو تموم کردیم، ما الفبای فارسی رو حفظ بودیم. اینقدر مشق میدادن و شفاهی میخواستن که الفبا رو بشوریم که همه اونو حفظ بشه، و این خیلی خوب بود. من هنوزم اونو حفظم، بعضی وقتا به درد میخوره. یا کلاس دوم ابتدایی جدول ضرب رو حفظ کردیم، اونم من هنوز حفظم و استفاده میکنم. من ماشین حساب هیچ وقت به کار نمیبرم، هر چی رو بخوام خودم ضرب و تقسیم اینا میکنم، که هنوزم از همون طریق استفاده میشه، خیلی هم خوبه. اینا بود، تدریس خوب بود. اگر کمی بچه ها رو آزادتر میذاشتن، بهشون اجازه میدادن یه اظهار عقیده بکنن با محیط مدرسه و کلاس و رابطه معلم و شاگرد رو جالبتر و دوستانه تر میشد.
خیلی متشکرم. ممنونم از ماندنا خانم، آخر هفته خوبی داشته باشید. شما در مورد این صحبت کردید و کار نیکویی هم کردید که جون بدیهاشو گفتید، خوبیهاشو هم گفتید که بله خوبه که از همون کلاس اول و مدرسه دبستان و اینها ما رو با رشته های مختلف، ریاضیات، علوم، بعد دیگه وقتی میمدیم بالاتر طبیعی و اینها، فیزیک، شیمی و اینها آشنا میکردن و این درست همین روشیه که اینجا هست. دلیلش اینه که میخوان شما رو به اصطلاح با این رشته ها آشنا کنن، ببینن ذوق و شوق و علاقه شما به کدام رشته هست. ولی یادمه اون روشی رو که شما میگید ما کلاس اول که تموم میشد الف ب یا میگفتیم الف با رو بلد بودیم، اون رو بعدن گفتن این غلطه. دلیل این که طرف میاد 32 تا چی رو یاد میگیره، اولا به آ، به الف، همین الف هم هنوز میگیم الف غلطه. ما هر کی میگه الف گفتیم الف سبزی چیه، بعد چرا میگیم آ ولی میگیم الف الف لام ف. و بعد گفتن که کتابا به این صورت پیش رفت که مثلا امسال شما ممکن بود اگر گفتی بابا، اگر گفتی پنیر، ب و پ و اینها رو یاد بگیری، ممکن بود همه الف با رو یاد نگیری. بله شما درست میگی، ممکن بود دوره های بعدی من و شما مثل من و شما نمیتونستن به تندی بشمارن از الف تا یه الف ب تا اینجوری، ولی اونها بهتر یاد گرفته بودن. اونها وقتی یک کسی بهشون گفته بود آب، میدونستن که از ترکیب آ با ب است، الف اینجا هیچ نقشی نداره. بعد اون ماجرای جدول ضرب، باز شما درست گفتید، الان چینیزا یا دانش آموزای مال چین باز هنوز به خاطر اون فشاری که هست اونها میبینید نمره های اول اینجا رو میارن. هندیا همه این اسپلینگ بی همه اینا اول میشن، فشار و به اصطلاح اون اجبار زور پدر مادرها هست. اونو هنوز خود من با وجودی که دو تا بچه دارم بزرگم شدن ماشاءالله، دیگه نوه هم داریم و اینها، ولی هنوز واقعا نفهمیدم تا کجا درست بود. و معروفه تو آمریکا میگن شما یه تلفن کوچولی که میخری، یه اسباب بازی که میخری، یه کتاب همراهش میاد، یه کامپیوتر که میخری، یه کتاب همراهش میاد، بهت میگه که چه کار کن، ولی بچه دار که میشی هیچ کسی بهت نیست که بهت بگه چه کار کن. و البته این روزا عوض شده، این روزا این یوتیوب و اینها این آموزشا رو میده و وارد هستن. با همه اینها یکی از کارهای پردرآمد اینه که الان یک کسایی میگن آقا شما بعد خانم شما بچه گیرید اومده کسی نیست از فامیل، چند هزار دلار میگیرن که چند هفته اول بیان شما تنها نباشی، چون خیلی از بچه‌ها رو پدر مادر بلد نیستن درست ازشون مواظبت کنن، یه جوری میخوابونن نفس نمیتونن بکشن، وقتی که خوابیده خوراکی که خورده مثلا میاره بالا همون خوراک خفش میکنه و اینها شده یه شغلی. یعنی ببخشید حقیقتا مادر بزرگ و بابا بزرگ اجاره‌ای اینها براشون پیدا کردن، همینجوری که بیبی سیتر، بیبی سیترها کی بودن وقتا تو ایران؟ شما وقتی یه کسی بودی خاله بود، عمه بود، دایی بود، اینو یه ساعت نگه دارم من برم نمیدونم حمام رو بیام، اینو یه ساعت نگه دارم من نوبت دکتر دارم، اینجا میذارم دست بیبی سیتر و صبح ببینید همسایه‌هاتون رو نگاه کنید بچه خواب‌آلود میکشن میندازنش توی یکی از این سبدا، اینجوری میبرن میذارنش دست یه نفر و ببینید چقدر اونها اذیت میکنن. بعضی های از اینایی که مریض هستن و عشق و علاقه ندارن به نگهداری بچه، این بچه های معصوم و بیگناه رو چقدر مورد اذیت و آزار قرار میدن. در صورت ممنون و متشکر از شما و خیلی خوشحالم بالاخره بعد از دو سه بار بدقولی من شما تونستید پیام بذارید و درباره این موضوع صحبت کنید. دوستان اگر این کلاس کتاب کلاس اوله که سال 1339 چاپ شده ندیدید، مایل هستید داشته باشید، 122 صفحه، یه ایمیل ساده برای من بزنید، من براتون مجانی میفرستم. و جالبه ما هر وقت اسم مجانی اومده همون روز یا فرداش 30-40 نفری ای آقا اینو بفرست، ای آقا این موزیکو بفرست، ای آقا این طرز درست کردن سیر و سرکه و نمیدونم اینا رو بفرست، ولی وقتی که میگیم حمایت یک دونه هم به ما تماس نمیگیرن. اینم از این. دیروز یکی از دوستان گفت که آقا این دوست قدیمی شما، گفتم آقا این هیچ وقت دوست من نبوده، من اشتباه کردم فکر کردم دوست من هست، یادش به خیر آقای شهبازی، ببخشید این کلمه رو میگم، میگم این مادر به خطا
این حسودیه، حسودی میکنه به تو، ولی مجبور خودش رو نزدیک تو بیاره فلان. میگفت که دوباره درباره تو صحبت کرده، گفتم بذار هر چی میخواد بگه. شما نگاه کنید از لحاظ وضع مالی، از لحاظ زندگی اینها همه چیش بیچاره میشه بگی دیگه به کفگیر به ته دیگ خورده، بلند شده از اینجا برو آریزونا، از آریزونا برو نمیدونم ببین فلوریدا، واشنگتن، آریزونا، کالیفرنیا. این نمیفهمه اینا، این شهرها، این استانا اشکال ندارن، اشکال از توه. و هی رفته هی به جایی نرسیده. خب معلومه که عصبانی میشه به این و اون بند میکنه. در رابطه با عصبانیت و اینها این رو بهتون بگم که وقتی یک کسی عصبانی میشه یا حتی به اصطلاح به خشونت میره دست پیدا میکنه، چی میگن کلمش رو الان نمیتونم یاد، درست یادم نیست، اون موقع دیگه منطق اصلا نیست، منطق رفته بیرون. و شما میبینیم میگن اونایی که عاشق هستن و با منطق صحبت میکنن چقدر یواش صحبت میکنن، اونایی که بی منطق هستن چقدر داد میزنن، چون خودشون میدونن که کسی این رو اینا رو نمیخواد گوش کنه، هی بیشتر و بلندتر داد میزنن. و هممون دیدیم به اصطلاح داریم دوستانی، فامیلی که وقتی که یه مقداری عصبانی هستن، حالا یا از خودشون یا از شما، به جای اینکه خیلی قشنگ با منطق صحبت کنن، همون شروع میکنن که فحاشی، خشونت و اینها. و این هم امیدواریم که یه جوری بشه که ماها که مقصد آمدیم اینجا بتونیم رو خودمون کار کنیم و از این برنامه ها پیشگیری کنیم. خب بریم سراغ فولدر امروز و ببینیم که بله، این آقای سعیدی هم قرار شد با ما تماس بگیره، 10 تا 15 دقیقه صحبت کنه در رابطه با همین کلاس اول و اینها. اون روزی که ایشون قرار داشت من برنامه نداشتم، دوشنبه 11 بود یادم نمیره چون تولد نوم هست، و بعدش که من تماس گرفتم ایشون حالش خوب نبود. امیدوارم حالش خوب بشه، چون یک سرماخوردگی یا یه فلوی رایج شده الان تو آمریکا، خیلی ها از دستش عاجز شدن، میگن 2-3 روز میاد، یه روز خوب میشیم، فکر میکنیم خوب شدیم، دوباره ما رو به اصطلاح زمینگیر میکنه. امیدوارم آقای سعیدی زمینگیر نشده باشن. و اگر صدای منو میشنوی آقای سعیدی، امروز بهترین موقع است که شما زنگ بزنی و با هم صحبت کنی. و اما آقای تیمسار آریانپور لطف کردن یک نامه ای رو فرستادن، یک ایمیلی رو، که این ایمیل نوشته متن کامل نامه سرگشاده صادق زیبا کلام. دوستان واقعا خسته نشدن اینها از نوشتن این همه نامه های سرگشاده و ندیدن هیچ حرکتی، هیچ عکس العملی، هیچ چی بگم نتیجه‌ای؟ و ببخشید که اینو میگم، ولی دیگه این معروف شده، میگن نامه های سرگشاده از افراد تهگشاده. اگر نامه قرار بود کاری بکنی که آقای خمینی میشناس تو عراق برای شاه نامه مینوشت، بله نامه نوشت، گفت که شما بی خود کردی به خانم ها اجازه رأی دادن دادی، شما شاه اسلام پناه هستی، نامه نوشت، ولی نامه ها کار نکرد. موقعی کار کرد آقای صادق زیبا کلام که بلند شد آمد، و هر کیم گفت آقا میزنیم و میندازیم و اینها، گفت ببینیم بیار چی میگه بچرخ تا بچرخم. در صورت اجازه بدید من این رو نخونم، چون نوشته که خواندن این نوشته رو به ایران دوستان پیشنهاد میکنم. آقای شریعت مداری شاد فراموش کردن که عاقبت رجاله ها دیر یا زود به چه زبالدانی خط پیدا میکنند، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. نامه سرگشاده به مدیر مسئول روزنامه کیهان، دور جدید حملات به برجام. اینم اگه هست، اگر میخواین بهتون بگم، ولی من وقتم رو با این طرف نمی کنم. و اما نیاک، این سازمانی که آهان، یک از دوستان من امروز در موردش صحبت کنم، ببخشید دیر شده، یه دوستی اسمش رو روی بالاترین اگه اشتباه نکنم نوشته عباس سگدست. من نمیدونم این دوستان تا چه میخوان اسمای مستعار بذارن و این اسم مستعار چه فامیلی، چه سودی داشته. یادمه اولای که ایمیل درست شده بود، این کار توی اینایی هم که تو کار کامیون هستن و اینها، اگه ببینید توی فیلم ها میان یه اسمای مستعار میذارن، بهش میگن هندل. اون موقعی که تو سی بی صحبت میکردن
سیتیزن بند رادیو صحبت میکردن، اینا هر کسی یه اسمی داشته، مثلا یکی میذاشته عقاب بی آشیانه، یکی میذاشته سیمرغ صحرا، حالا آمریکایی‌ها یکی میذاشته مثلا چروکی 52، یکی میذاشته بی 52، اینا بر نمیدونم چرا، والا لابد اسمشون طولانی بوده یا نمیخواستن شناخته بشن اینها، یا اینها یه مقداری مثل بچه‌ها هستن دوست دارن تو اون باشن. ولی روی اینترنت و اینها و ایمیل میگم اولایی که شروع شد اینجوری بود که هر کسی اسم مستعار میذاشت، مثلا من گذاشته بودم ایران 1357@aol.com. بعدن دیگه دیدیم بابا حالا که ما مخصوصا اینایی که شناخته شده هستیم برنامه‌ای داریم آسون‌تره که مثلا من گذاشتم، چون داداشم اینا گرفتن سوربی و اینها یا دوستان دیگه نبود سوربی، من گذاشتم USA، یعنی تو آمریکا هستم، با سوربیای دیگه اشتباه نشه، یه نقطه سوربی @gmail.com، این خیلی آسون‌تره. بعد ولی این دوستمون آمده بود یه چیزی رو من درباره نیاک گفته بودم، بعد این یه چیزی نوشته بود، من بهش گفته بودم پاسخ میدم، همین خورد به این برنامه‌های یه روز برنامه نداشتم و یه روز یادم میره و اینها، و وقتی از ایشون عذرخواهی کردم ایشون خیلی قشنگ گفت که هیچ ایرادی نداره، میدونم. خلاصه صحبت این آقا که اسم خودش رو عباس سگدست گذاشته روی بالاترین این بود که آقای سوربی، شما که از نیاک پشتیبانی میکنید، حالا ببینید با میخوان با پرسه شروع کنن ولی با نظر قاطی میکنن، بعد به محاکمه و نمیدونم مجرم شناختن و همه چی تموم میشه، و این یکی از اشکالات بزرگ ما هست. من یادمه ما میگفتیم آقا شما اگه میخوای نظر بدی، نظر قسمت بعد، الان سوال. بعد میگه آقا من یه سوالی دارم، به نظر شما اینجوری نیست چون به نظر من اونجوریه، نظرشو میگفت. این زبل بازی ایرانی هست. این آقای عباس سگدست آمده گفته که آقا شما که از نیاک پشتیبانی میکنی، وقتی که نیاک لابی ملاها هست، پس شما هم خب بارم چسبنده ملا. میگم آقا جون شما یه سازمان دیگه ای رو میشناسی که طرفدار جنگ نباشه؟ به من معرفی کن، به من معرفی کن. اینور که طرفداران پادشاهی، خانم چیز، این دوستمون گفته بود، من این رو خودم نشنیدم، خانم یهودی هست گفته بود که ایران الان اون موقع 66 میلیون جمعیت داره، امیدواریم آمریکا حمله کنه، خب 6 میلیونش هم کشته بشه، 60 میلیون هستن، هنوزم دو برابر جمعیت زمان شاه هستیم. خب این طرفداران پادشاهی. میرسیم به مجاهدین. مجاهدین که اصلا رفتن، یه شنیدم توی نوادا میگن اینا رو دارن آموزش میدن که هر وقت بخوان مثل این داعش ماعش که فرستادن سوریه بفرستن ایران. کی مونده دیگه؟ آقای عباس سگدست عزیز. سگدست دوستان میدونید چیه؟ که این ماشین اون چیزای جلوش رو دست به اصطلاح چی میگفتن جلو بندی ماشین، اینها دو تا چیز داره مثل طبقه، به اینا میگفتن سگدست. این هم اسمای علکی پیدا کرده بودن تو ایران برای که مثلا این مثل دست سگ بوده یا استخون سگ بوده، به جایی که کلمه انگلیسیشو یاد بگیرن و فرهنگ ما رو پویا کنن، باز کنن، یک شوهرشته گذاشته سگ دست. بعد یه دفعه میگیم اونور اکسل، میگیم اکسل، همین اکسل اینا، یا گیر باکس میگفتیم، یا ترانسمیشن میگفتیم، یا اینجا مثلا گیر باکس جعبه دنده بود دیگه. در صورت شما لطف کن به من تماس بگیر. اگه شما طرفدار جنگی که خب من و شما اصلا با هم هیچ چیزی نداره، ولی یه وقت شما میای میگه آقا اینها اینجوری هم، اولا خود اینها بارها گفتن آقا ما لابیه کسی نیستیم، ما رفتیم اینو یاد گرفتیم که سیستم آمریکا اینجوری کار میکنه، تا حالا موفق بودن. شما اگه جای دیگر رو میشناسی بیا اینجا اصلا مهمان من، یک ماه تبلیغ اونا رو مجانی کن، بگو آقا انجمن نمیدونم پادشاهی فلان، بعد مردم برن ببینن که آقا بالای بالا شما میگید برید جنگ کنید، برید بکشید، برید بکشید و چیز کنید و تاج رو بذارید بالا، من میام برم زیر تاج. چون اینا هیچ کدومشون هم دیگه سن و سالی ندارن که حتی زیر سنگینیت، میدونی این تاج ها سنگینه، هم فلزه هم پر جواهره، بادم با طرف گردن کلفت باشه، اینا حتی اون تحمل هم ندارن، میگن شما اینو آویزون کن تا ما بریم زیرش وایسی. یعنی میگفت یه شعری میخون فرهاد میخون، کی میگیره، کی میکشه، کی میپزه، کی نمیدونم فلان میکنه، کی میخوره حکیم باشی. اینا میخوان حکیم هایی باشن که هیچ حکمتی هم نداشتن. دوست نازنین من، شما بیا بگو با این شرایطی که اینجوری کدوم سازمانی کار کرده؟
آقای دکتر نصر اصفهانی کار کرده، برو ببین چی کار کرد. هی میاد میشینه میگه ما سازمان داریم، ما برنامه داریم. آقا چه برنامه ای، چه پشمی، چه کشکی، چرا دروغ میگید؟ من دارم شما رو به دروغگویی متهم میکنم، دوتامون تو آمریکا هست، شما بیا بگو من دروغ نمیگم. تمام بهت بگم آقا چند نفر اینجوری مثل شما هی دروغ گفتن، از آقای فردوسی گرفته، از آقای حخا گرفته، از آقای فرود فولادوند گرفته، از اون کشتی عشق درست کرده بود، از آقای شایان کاویانی گرفته، از آقای مهجور گرفته، همه اینا هی آمدن گفتن، از آقای تیمسار روحانی گرفته. آخه یکی دو تا ده تا که نبودید که. خجالت هم واقعا چیز خوبیه. آقای افشارها یه دفعه بحث خیلی قشنگی کرد و گفت که خجالت چیز خوبیه. اتفاقا تو خانواده‌ام بهمون میگفتن، میگفتن خجالت هم خوب چیزیه. راست میگن، آدمای خجالت میکشن که ببینه امروز یه کار اشتباهی کرده، آقا من اشتباه کردم، از شما عذر میخوام. اول خجالت میکشم، بعد از شما عذر میخوام. اینایی که 30 سال اشتباه کردن هنوزم میگن ما همون هستیم، خب شما چه فرقی داری با مولا نصرالدینی که مسخرش میکنن میگن حرف مرد یکیه؟ در هر صورت اینم از این ممنونم. دوستان عزیز، ما بالاخره با کمک داریوش و دوستان دیگه یا به زور اینها این تلگرام را انداختیم. دوباره همونجوری که بهتون گفتم روز از نو، روزی از نو، 8000 خورده توی صفحه مردم تیوی، 5000 خورده توی صفحه خودمون، اینا رو ول کنیم. حالا بریم از 1، 2، 3، 4 تا ممبر، 5 تا ممبر. و جالب اینه هیچ کدوم از این دوستان به اصطلاح کانسپت یا اصلا اون چیزای اولیه این رو نمیدونن و هر کدومشون کار خودشون انجام میدن. میگه من نمیدونم. میگم بابا این یکی کاناله، اون یکی گروپه، این یکی پرایوته، اون یکی فلانه. این وقتی میگه برادکست، یعنی اگر 20 نفر میان ممبر میشن، عضو میشن، وقتی من برادکست میکنم باید به دست اونها برسه، ولی چه فایده ای داره اگه قرار باشه فرق کانال و پرایوت این باشه که من یکی برای اینا بفرستم. خب شما 30 تا دوست داری، منی که 13000 تا دوست دارم چه کار کنم، چه خاک تو سرم کنم؟ در اصل به جای خیلی بدی رسیدن این سوشال و میبینید الان یه مقدارم از اون جوش و خروش اولیه افتاده. فیسبوک دیگه اونجوری نیست، اون چیزای دیگه چیه نمیدونم، وایبر میاد، لاین میاد، تلگرام میاد، اینستاگرام میاد. خب که چی؟ اون وقتا میگفتن آدمی که یک جا همه جا، آدمی که همه جا هیچ جا. اصلا این کلمه هر جایی رو برای این ساخته بودن که هر جایی که باشی طرف جا و مکان زندگی نداره. آقا بنده سوربی هستم، واشنگتن هم، فیسبوک هم اینه، فیسبوک مردم تیوی هم اینه. شما دوست داری بگرد منو پیدا کن، دوست نداری من نمیتونم بیام هی در خونه در بزنم، زور به زور در بزنم اینجوری. از این ور اسکایپ، از اون ور فیسبوک. آقا یزدان خداوند لو میگه آقا این چت فیسبوک رو باز کن. بهش میگم آقا خداوند لو، من چت فیسبوک رو باز کنم 13000 نفر هی میخوان زنگ بزنن. الو آقا میتونم چند دقیقه باهات صحبت کنم؟ الو آقا من میتونم یه نظری بدم؟ الو آقا من میخوام برنامه داشته باشم، چیکار کنم؟ یه ساعت باهاش حرف بزنی بعد میره دیگه، پیداش نمیشه. گفتم مثل شما نیست، شما یه آدم خصوصی هستین، چند تا دوست دارید، میدونید کی زنگ میزنه کی نمیزنه، باهاشون قبلا صحبت کردید. ما تا بخوایم اینا رو بشناسیم یه سریشون غرق کردن رفتن، یه سریشون اصلا زندگیشون عوض شده، جا و مکانشون عوض شده، یه سری جدید اومدن. در هر صورت بذارید ما همون جوری که راحت هستیم، هر کدام از شما یه برنامه‌ای رو پیدا کردید به ما نگید با این برنامه با من تماس بگیرید، بگو که من میتونم چجوری با شما تماس بگیرم. تو ما بگیم با تلفن، با ایمیل، با اسکایپ. اسکایپ اگر کسی صفحه من رو داشته باشه نوشتم بدون قرار قبلی چی میگن ارتباط ممنوع، یعنی قبلا یا از طریق ایمیل یا از طریق تلفن زنگ بزنید تا ما بگیم فلان ساعت بیاین با هم صحبت کنیم، و الا ما اسکایپ رو روشن میکنیم هی زر رو زر بینگ دینگ بینگ 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 دینگ، چه فایده ای داره. اینم از این ماجرا. بریم سراغ فولدر امروز. متن اون رو گفتیم، نیاک رو گفتیم و صحبت نکردیم که نیاک نگرانیش چی هست. میگه که نیاک میگه نیاک اکشن سروی شوز گروینگ کانسرن اباوت دیسکریمینیشن، میگه که ما اون آماری که گرفتیم نشون میده که دیسکریمینیشن همون تبعیضه
و دوستان تبعیض همیشه تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی اینها نیست. الان اینجا بعضی وقتا این تبعیضی که قائل میشن بعض به رنگ پوستتونه، بعض وقتا به صحبتی که میکنید، بعض وقتا حتی بچه های من و شما ممکنه مورد تبعیض قرار بگیرن. و این اصل ماجرا اینه، اگر نمیخواین، یعنی میخواین اینو داشته باشید، یا به سایت خود نیاک مراجعه کنید یا برای من ایمیل بزنید. اینم تا فردا، پس فردا تا دوشنبه برنامه‌های جدید که میاد من چیزای قدیمی رو حقیقتاً پاک میکنم، اگرم داشته باشم میگم ندارم، چون حوصله رفتن و گشتن و پیدا کردنش رو ندارم. من دوستان روزانه 200 تا 300 تا ایمیل میگیرم، هر کسی حاضره یه روز ایمیلای منو بدون اسم و اینا براش میفرستم جواب بده، اون بعد ببینیم ما چقدر وقت میذاریم. هر کدومتون حاضره بیان جلو بگید من حاضرم، این ایمیل منه، ایمیلا رو بفرست، من جوابش میندیسم تو برای اونا بفرست، تا ببینید ما چقدر وقت میذاریم. باور کنید من در عرض شبان روز 4 ساعتم نمیخوابم و اینم خیلی بده. دکترم هم بهم گفته همونجوری که باباتم زود فوت شد، چون اونم همین اشکال داشت و نمیخوابید و کم میخوابید، شما هم ممکنه زود فوت بشی. اگه یه وقتی ما زرتمون قمصور شد ناراحت نباشید، کم خوابیدیم، خوابامونو جمع کردیم برای بعدن که میریم اونجا میخوابیم. و اما علی عزیز یک ایمیلی برای من فرستاده به نام دستپخت جدید چینی ها برای بازار خودروی ایران. این رو با هم نگاه کنیم و ببینیم چی نوشتن و برنامه رو ادامه بدیم. ممنونم از یکایک این دوستانی که با ارسال این مطالب به عنوان یک تهیه کننده ما رو یاری میکنن، چون میدونید یه برنامه احتیاج داره که یه تهیه کننده اصلی داشته باشه، چند تا تهیه کننده داشته باشه، مثلا یکیش در رشته ورزش، یکیش در رشته اقتصاد، یکیش در رشته روابط اجتماعی، اینها قانونی، قضایی، اینها صحبت کنه تا این برنامه یه برنامه متنوعی باشه و همه چیز رو بتونه پوشش بده. دستپخت جدید چینی ها برای بازار خودروی ایران. شرکت خودروسازی چریچین یا چریچین قرار است به زودی دومین محصول خود با برند جری به بازار ایران عرضه کند. به گزارش خبرنگار عصر ایران، شرکت جری در تلاش است تا برای اولین بار خودروی آریزو 5 را همزمان با عرضه در بازار چین در بازار ایران نیز عرضه کند. یادتون میاد دوستان ماشین مزدا، اتفاقا این آقای سهراب چمنارا یه روزی دوباره باشون صحبت کنم راجع به ماشین مزدا و اینها صحبت میکنم که ایشون یه نامه نوشته برای کمپانی مزدا و گفته که این کلمه مزدا، اهورا مزدا، مال ایرانی ها هست و اونها هم فکر کنم یه جایزه کوچولویی هم به ایشون دادن. در این مورد با هم صحبت میکنیم. بعد مثلا ماشین نیسان، اینا بعضی کلمه ها ایرانیه و خیلی هم خوبه و ضمن این که آدم افتخار میکنه خیلی نباید خودشو گیر این چیزا بندازه که بله فلان چیز ایرانیه. خب حالا ایرانی که ایرانی، این خود رو از طراحی و امکانات نسبتا متناسبی، اینجا نشته مناسبی، برخوردار است و شرکت چری یا جری بنا دارد تا در بعضی ها بنا دارد هم میگن، چون اون بنا هم درسته، وقتی میگیم بنا دارد مثل بنا کردن یک ساختمان، بعضی ها بنا هم میگن، بنا دارد تا در مرحله اول مدل اتوماتیک آن را وارد بازار ایران کند. آریزو 5 با موتور 1.5 لیتری به احتمال زیاد در تابستان 95 در بازار عرضه می شود، هرچند که هنوز در مورد قیمت آن در ایران خبر رسمی منتشر نشده است. هم الان بهتون بگم امروز صبح داشت توی آمریکا می گفت که کارخونه های ماشین سازی آمریکا به این نتیجه رسیدن که بیش از عرضه و تقاضا، بیش از تقاضا دارن ماشین میسازن و عرضه میکنن و هیچ راهی به جز این ندارن که قیمتا رو بیارن پایین. اگه یکم به تبلیغات دقت کنید میبینید مثلا میگه ماشین نو 9000 دلارشو کم میکنی، ماشین نو بیا بگیر برو 6 ساله قسطم سود نده، و ماشین نو مثلا پیکاپ تراک
$14,000 رو کم میکنیم. البته اینا ماشینایی هستن که مثلا $50,000، باز $15,000 که کم میکنه هنوز شما میبینی بابا خود $35,000 یه چیز گرونی هست. خب این ماشینا هم قیافش و اینها به نظر بد نمیاد. آهان، چری که همه گیلاسه، میدونید این کلمه چری اون دوتا آر نداره، نمیدونم نوشته 2016 چری اینترنشنال. در اصل این هم عکس ماشینه است و حالا بعد بیاد و ببینیم این چند نفر رو تو جاده ها میکشه و اینها. البته یه دوستی نوشته بود بابا ماشین پراید بد، ماشین پژو بد، ولی بابا ما راننده ها بدیم، جاده ها بده، مجموعه بد و بد و بد و بد و بدتر میشه این که هر یه ساعتی نمیدونم هر چقدی یکی کشته میشه. علی شیرازی عزیز، من ازت ممنونم به خاطر ایمیل هایی که میفرستی، بیشتر ازت ممنونم که بعضی وقتا که نظرمو میگم گاهن نق میزنم، شما مثل یک برادر بزرگتر وای میسی تحمل میکنی. دوستان یادتون باش برادرای بزرگتر کارشون اینه که برادرای کوچکتر رو تحمل کنن. حالا بعضی وقتا برعکس میشه، ماها باید برادر بزرگترمون رو تحمل کنیم. بمانم Persians over America com. ببینم این چی بوده، من با لینک خودش گذاشتم. آها، 8 تا دلیل برای اینکه چرا آمریکا بهترین کشور جهان برای زندگی است. اولا اینو هر کی نوشته درست میگه، من بارها در برنامه‌ام گفتم که آمریکا بهترین کشوره. حالا بعضیا میگن آقا شما همه دنیا رو که نرفتی بگردی، بابا میگه اگه نخوردیم نون گندم اقلا دیدیم دست مردم، هم راجع بهشون خوندیم و هم میبینیم از همه اون کشورهایی که شما دارید اسم میبرید خودشونو به خطر میندازن که بیان اینجا. شما دو هفته میری اسپانیا خوش میگذرونی، میگه آقا بهترین جای دنیاست، نمیدونم بیمش هم اینجوریه، ولی از همون کشور دارن میان اینجا. میری نمیدونم ساوت آفریقا، میگه آقا چقدر خوب زندگی راحته، ولی اونجوریه. حالا کشورهای اسکاندیناوی و اینها بماند، اگه کسی میبینه اونها بهترن بیاد بگه تا ما هم بلند شیم چمدون و کیف و کلا بریم اونجا و جای اونها رو تنگ کنیم. 8 دلیل برای اینکه چرا آمریکا بهترین کشور جهان برای زندگی است. مسلماً زندگی در هیچ جایی بدون نقص نیست و همواره نقاط مثبت و منفی بسیاری در مورد محل زندگی از شهروندان به گوش میرسد. زندگی در آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست، ولی به نظر میرسد اگر شرایط مختلفی را در کشورها به طور یکسان مقایسه و بررسی کنیم و وزنه مزایای زندگی در آمریکا از معایب آن نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر در بسیاری از موارد مقایسه ها سلیقه‌ای است، به طوری که گاهی بعضی از مردم ملاک مناسب بودن کشوری را برای زندگی، معیارها و علاقه های شخصی می‌بینند. به عنوان مثال شاید یک ایرانی به این خاطر که در آمریکا بازار زرگرها و پارچه فروشها با ساندویچ سوسیس بندری با کله پاچه پیدا نمی شود از این کشور خوشش نیاید و در نتیجه ما به گزارش های متفاوتی درباره این موضوع مواجه شدیم. این مثال هم بی خوده، بره توی نیویورک ببینه که بازار طلا فروش ها و ساندویچ فروش ها و فروشگاه های بندری و پاکستانی اینا چه خبر. در این مقاله به 10 مورد از قوی ترین دلایلی میپردازیم که آمریکا را به عنوان بهترین کشور برای زندگی معرفی میکنه. اون بالا گفت 8 دلیل، حالا کردتش 10 دلیل. 1 اقتصاد، 2 نرخ بیکاری. من فقط دارم تیتراشو براتون میخونم دوستان، اگه خواستید این مقاله رو یا خودتون پیدا کنید یا ایمیل بزنید براتون میفرستم. ایمیل من هست usa.sorbi@yahoo.com. از این ساده تر info@mardomtv.com، info@mardomtv.com، mardom@mardomtv.com. دیگه از این ساده تر میخواین یه سر برید عراق زندگی کنید، شاید اون موقع قدر اینجا رو بفهمید. 3 بهداشت، 4 تحصیلات، 5 طبیعت، 6 امنیت، 7 غذا، 8 استاندارد زندگی، 9 نداره، 10 هم نداره. چرا؟ این بالا نوشته بود 8 تا، این وسط نوشته بود 10 تا، یادش رفته. همون 8 تا درسته. این دوستان باید این مقاله ها رو بدن به یه نفر دوستشون، فامیلشون. اینی که یه روزنامه سردبیر داره الکی نیست.
سردبیر این کارو انجام میده. هر مقاله‌ای نمیاد بره علکی، البته همه سردبیرها همه مقاله رو نمیخونن، یه قسمت یه سردبیر این بخش داره، بعد سردبیر داره، به ترتیب اینجوری میاد و یه چیز درست، نه این بالا بنویسه 8 تا، وسط بنویسه 10 تا، پایین میره بنویسه 8. خب ببینیم که چه باید کرد. Nature has created animals and donkeys so they are kind and loving. میگه که طبیعت حیوانات و به اصطلاح البته نمیدونم چرا فقط نوشته حیوانات و خر، دانکی، الاغ خر میشه و به اصطلاح نوشته که اونها رو درست کرده، به وجود آورده و بعضی از اینها خیلی با محبتن به مخصوصا به همون هم نوع خودشون. حالا این عکس رو نگاه کنید، بذارید ببینم اینجاست، این عکس رو نگاه کنید، بالا دو تا الاغ رو نشون میده. بذارید یکم براتون اینجوری بزرگترش کنم که ببینید، چون این عکس‌ها رو سایزی که گذاشتن برای صفحه کامپیوتر رو اینها خوب نیست. ببینید بالا این دوتا الاغ رو نشون میده که یکیش داره میفته یا داشته میمده بالا، نمیتونه بیاد بالا، اونی که بالا هست حتی گوششو یا پشت یالشو گرفته و داره با دندون اینو میکشه بالا. حالا پایین رو نگاه کنید، ببینید این انسان دوپا، انسانی که اگر خدای وجود داشته باشه میگه بگید که نمیدونم چی بود بهترین و تبارک الله احسن الخالقین. دوستان آیا واقعا این احسن الخالقین اینه که با یه شمشیر اینجوری اینو گذاشته تو خیابون و میخواد گردنش رو بزنه؟ اصلا دیدن این عکس روز آدم رو خراب میکنه و دیدن این عکس با وجودی که آدم یه کمی ناراحت میشه، ولی امیدش اینه که این یکی اینو بکشه بالا و امید من اینه که این یکی این کاری که کرده سکته کنه بیفته، این بنده خدا بگه آقا خدا بود تو رو زد سقط کرد بذار من برم. نمیدونم والله اینایی که به خدا باور دارن چجوری میتونن تو مغزشون بگن که یه خدایی هست همه چی رو میبینه، همه چی رو میدونه، همه چی رو آگاه هست و میذاره انقدر خرابی اتفاق بیفته بعد یقه ما رو میگیره. بیان جواب بدید دیگه. بیان جواب بدید این چه خداییه که شما رو آفریده، شما رو گذاشته بری اشتباه کنی، بعد هی بنزده تو جهنم، هی بسوزونته، هی درستت کنه، هی استخوناتو خرد کنه، هی بابا این دیوانه است. بیان صحبت کنید جواب بدید. آقای مینویی هم در این باره زیاد صحبت میکنه. خب بیایم حالا از اینجا بریم ایران یه کمی خوش باشیم. شما هم اگر میرید ایرانو میاین، امیدواریم سفرتون به خوبی و خوشی باشه و مثل سفر بیچاره آقای حسن صبری حسنپور نباشه که رفته اونجا اسیر شده. ضمن این که گفتم بهتون آقای عزیزان نوشته بود که ایشون در ترکیه افرادی رو میشناسه و دوست باشون و اونها گفتن که این آقا ایران نرفته و این آقا آمده بوده ترکیه که فامیلاش هم از ایران بیان ترکیه و دیدار فامیلی، هیچ کاری هم به کار سیاست و فلانینا تو این سفر و تفریح نداشته. خب اگر چیزی جدیدی شما میدونید از آقای صبری حسنپور لطف کنید با ما هم در میون بذارید تا ما هم با دوستانمون چه از طریق فیسبوک، چه از طریق ایمیل، چه از طریق برنامه تلویزیونی در میون بذاریم و باهاشون سهیم بشیم. یه دوستی برای من نوشته بود که آقا من این ویدیوی این دیوانه مجری برنامه تلویزیون رو برای شما فرستادم، شما گذاشتی رو فیسبوک و شما نشون دادی، بعد من تا رفتم 75 دلار خرج کردم تبلیغ کردم شما اینو برداشتی. گفتم خب به من چه؟ شما اگه کار اشتباه میکنی و خودت سیستم رو بلد نیستی به من چه؟ اولا اگه اینو من گذاشتم شما باید با من تماس میگرفتی بگی سوربی من میخوام 75 دلار خرج کنم روی فیسبوک، اینو بوست کنم، اینو پروموت کنم و لطفاً تا 75 دلار من تمام نشده برش ندار. این صفحه مال منه، اختیارش دست منه، هر وقت دوست داشته باشم چیزی رو میذارم، هر وقت دوست داشته باشم چیزی رو برمیدارم. ضمناً دوست عزیز شما 50 دلار هنوز به تلویزیون مردم بدهکارید، شما آمدید برنامه گذاشتید ویدیوتون رو پخش کردید،
بعدن آمدی نوشت که آقا اون 50 دلاری که دادم کارتم ایراد گرفته، من 50 دلار رو به هم برگردون، من دوباره 50 دلار میفرستم. ما با حسن نیت این کاری کردیم، شما در رفتی. خب دوستان اینها فعال سیاسی هست. خب بفهم. در هر صورت گزارش تصویری دیدنی از بام مشهور تهران، لطفاً تا لود شدن کامل تصاویر کمی تأمل نمایید، چون ایمیل از ایران اومده، احتمالاً به این خاطر میگن ما که اینجا زدیم عکس‌ها خیلی زود آمد. بام تهران از جمله جاذبه‌های گردشگری تهران است که سالانه هزاران نفر از گردشگران ایرانی و خارجی از آن دیدن میکنند. اگر در تهران هستید، بام تهران گزینه مناسبی برای لذت بردن از مناظر زیبای شهر و حال هوای کوهستانی است. با آمدن نوروز و فصل بهار، تعداد زیادی از هموطنان تهرانی راهی سفر می شوند و با کم شدن موقت جمعیت شهر و خودروهای در حال تردد و تعطیلی کارخانه ها، هوای پاک بهاری چشمانداز شهر را دگرگون می کند. یکی از نقاط دیدنی برای دیدن مناظر زیبای شهر تهران و تنفس هوای پاک کوهستانی بام تهران است. بام تهران به حد فاصل انتهای خیابان ولنجک تا ایستگاه اول تلکابین توچال گفته می شود. اگر وسیله حمل و نقل شخصی دارید، برای رسیدن به بام تهران باید از بزرگراه چمران شمال به خیابان ولنجک و سپس بام تهران بروید. برای اطمینان خاطر گردشگران پارکینگ خودرو و موتورسیکلت تعبیه شده است، در نظر گرفته شده است. اگر قصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی را دارید، می توانید با خط 4 اتوبوس تندرو تهران به ایستگاه پمپ بنزین ولنجک و از آنجا با تاکسی به بام تهران بروید و یا از تاکسی های خط میدان تجریش به بام تهران استفاده کنید. برای رسیدن به بالاترین نقطه بام تهران باید یک مسیر آسفالتی 2 کیلومتری را طی کنید که شامل سربالایی های کوهستانی است. اگر به هر دلیلی نمی خواهید این مسیر را پیاده طی کنید، می توانید از من نمیدونم این کلمه های میدی باس، این فکر کنم مینی باسه، مینی بوس های خودمون اینجوری نوشته، یا این نوشته میدی باس، کلمه های خدایی و اینها را اینجا میگن میدی، اصلا این کلمه میدس هم هست که تعمیرگاه هست، شاید اینها چون بنزین مصرف نمیکنه برقیه و خیلی خوشگل مشکله اسمشو اینجوری گذاشتن. در اصل اینجا دوستم نوشته، من دارم از روی نوشته میخونم، مینی بوس نیست، نوشته میدی یا میدی باس های برقی، برقی هم هست. برای رسیدن به مقصد استفاده کنند. این میدی باس ها یا میدی باس ها علاوه بر این که هیچ گونه آلودگی تولید نمی کنند، کاملا بی صدا بوده و در طول مسیر می توانید در آرامش کامل از مناظر کوهستانی لذت ببرید. اولین چیزی که در طول مسیر توجه شما را جلب می کند زیپلاین است. زیپلاین یک وسیله تفریحی نسبتاً جدید در بام تهران است که فردی که از آن آویزان می شود 2 نقطه از کوه را به وسیله یک کابل مقاوم به هم متصل شده اند از روی یک دره طی می کند. دوستانی که مثل من چتباز بودن، احتمالاً در هوابرد بودن، این زیپلاین رو اونجا کیبل بهش می گفتیم و ما می رفتیم از یه جایی که شکل هواپیما بود، شکل در هواپیما بود، میبستن ما رو آویزون میکردن با این کیبل بیای پایین که یاد بگیری چجوری وقتی میپری به اصطلاح اون حالت شو اینها. و حقیقتش این آموزش ها سختتر از پریدن واقعی از هواپیما بود. در صورت این زیپلاین اینجا توی پارک ها هست، حتی توی تفریگاه ها و اینا هم، حتی بعضی ها توی خونه هاشون هم به یه درخت آویزون میکنن. متاسفانه بعضی هم چون درست نمیبندنش اینا یعنی صدمه میبینن، حتی تلفات هم داره، میخورن به درخت، میخورن، میفتن توی آبی که فکر نکرده بودن به اون آب میرسن و الی آخر. نوشته که قبل از حرکت آموزش های لازم به شما داده میشود و نکات ایمنی بازبینی میشود و سورتمه بام تهران در مراحل پایانی احداث است و به زودی افتتاح خواهد شد. سورتمه من فکر کنم به اون گالسکایی میگفتن که چندین اسب داشت اگه اشتباه نکنم. در صورت این توی سان فرانسیسکو و لس آنجلس هم من دیدم یه همچیزیه. شما
که توی حتی یونان هم دیدم یه پولی میدی 5 یورو یا هرچی با اینها سوار میشی میری اون بالا، ولی خیلی ها پیاده دوست دارن بیان. در اصل خوب این امکاناتو گذاشتن، حالا چه شاه باشه چه شیخ باشه، کارهای خوب خوبه و موندنیه، کارهای بد بده اونم موندنیه با نام زشتی که از شما باقی میذاره. نکنید، تو رو به دینتون، به جدتون، به پدرتون، به مادرتون کار بد کم کنید و کار خوب زیاد کنید. گفت 100 بار بدی کردی، دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که 1 بار نکردی. پس از رسیدن به بام تهران، اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند منظره زیبای شهر تهران و به خصوص برج میلاد است. این مکان به دلیل اینکه به تمام مناطق از نظر ارتفاع اشراف کامل دارد یا مشرف است، یکی از مناطق مورد علاقه عکاسان برای عکاسی از منظره شهر می باشد. این روزا که با این درونا این دیگه از بین رفته، هر کس 300 400 دلار میده درون، یه دوربین هم میبنده زیرش، حتی تو عروسی ها و اینا هم ازش استفاده میکنه، میره اون بالا عکسای هوایی و عکسای فضایی، نه عکسای هوایی میگیره. برج های بلند ساخته شده به خصوص در بخش شمالی تهران در چشم انداز شهری خودنمایی میکنند. دیگه بیش از این براتون نخونم، هوس ایران رفتن میکنید، بعد شما میرید ایران میگیرنتون، بعد ما اینجا احساس گناه میکنیم. چند تا از دوستان اون روز داره به من زنگ زدن گفتن نه آقا هیچ تقصیر شما نبوده که آقای صبری حسن پور رو گرفتن، و این دوستان خودشون هستن که نباید اینجوری یابو برشون داره تا 4 نفر بهشون زنگ میزنن فکر کنن اینها رهبر شدن. دیدید الان دیگه آقای شمیرانی برای خودش شده آقای شاهنشاهی. در صورت اینم از این، و میبینید دوستان تمام اینها اسمای انگلیسی و خارجی داره، مثلا این اسم لیدر چیزی که شما میرید داخلش میشینید اینجا هم هست، مثلا میرید میشینید فکر کنید توی کشتی هستید یا توی هواپیما هستید، درست اون حالت رو. این نوشته سینمای 5 بعدی بام تهران از امکاناتی مثل تصاویر 3 بعدی، افکت های ویژه مثل دود و افشانه آب و لرزاننده صندلی لرزاننده و باد بهرمند است. این توی دیزنی و اینها سالهای سال بوده و خیلی خوبه که اینا بره ایران، مردم هی حسرت به دل نباشن. از همش بهتر رسیدیم به ماهی کباب و رسیدیم به قارچ کبابی. به به دهنم افت. در طول مسیر انواع رستوران ها و کافه ها ساخته شده یا در حال احداث هست. اینم میبینید که مردم چگونه صف کشیدن و وایستادن برای خوراک. کیفیت غذای این رستوران و کافه ها در حد متوسط و قابل قبول است، اما محصولات خود را با قیمت کمی بالاتر از سطح شهر به فروش میرسانند. آقا خب سطحش بالاست اونجا، این بنده خدا فقط ببین چقدر باید خرج کنن ببرن و بیارن، اگر زیادتر بشه اونام قیمتشون میاد پایین. اگر در یک روز سرد، اینم قشنگ با سلیقه آش رشته رو گذاشته اینجا و عکس گرفته، توصیه میکنیم آش رشته بام تهران را با لذت بردن از نمای زیبای شهر تهران امتحان کنید. اینجا هم نوشته یزد تایر تاکسی های بام تهران از روبروی پمپ بنزین ولنجک عبور میکنند. هر کی بوده این گزارش رو خیلی قشنگ، بام تهران در تمامی ایام سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی است و روند روبه رشدی را با احداث امکانات تفریحی و رفاهی جدید و به روز می‌گذراند. اگر شما هم از شلوغی ترافیک خسته شده اید به آنجا تشریف ببرید. مواظب باشید نگیرنتون، به جای این ببرنتون آب خنک و ببرنتون اوین و آب خنک بخونه. این ماجرای زندان و اینها گویا زندان قصر اون موقع یه جوری بوده که نزدیکش هم یه جایی بوده که آب خنکی بوده و اصلا آب تهران و اینها رو گویا از اونجا می آوردن برای انبارا و اینا، و وقتی یه کسی میرفته زندان قصر اگه اشتباه نکنم، فکر کنم چون از اون آب میخورده و آب خنک و دلچسبی بوده، بعدن رایج میشه هر کی میره زندان بهش میگن رفته آب خنک بخوره. اینم یه مثال. ای نگید ما تلویزیون مردم نگاه میکنیم یاد نمیگیریم، یاد میگیرید. اگرم میخوان جنبش و موومنت من براتون دارم، هر کی میخواد ایران رو نجات بده مثل آقای صبری حسنپور اگر رفته باشه ایران، برید ایران، ایران رو نجات بدید. 20 میلیونه که نمیتونن بکنن زندان.
برید. مگه شما نمیگید 20 میلیون طرفدار دارید؟ مگه آقای فولادوند نگو من 6 میلیون لور نمیدونم زیر درخت ها. این بنده خدا هنوز تو قرن برنو زندگی میکرد، فکر میکرد تفنگ M1 و برنو و اینا هنوز بهترین تفنگ. نمیدونست که الان یه تفنگی هست AK-47 نمیدونم همون جلسه آلمانی، ببین چجوری تق 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 مسلسل میزنه میره. حالا تفنگ برنو، هی ما یادم، من خورم آباد سربازی کردم، تفنگ دردت بجونم، تفنگ بی تو نمونم. و بلند میشه بدبخت با اون وضع اسفناک. برید ببینید این فیلم های بیچاره فولادوند که نمیدونم کی گولش زد، راش انداختن پیر مرد رفته اونجا سرما، این کسی که میمد میخواست بزنه و بکشه و شما تو تلویزیون فکر میکردید که الان این رستمی یلی بود ز سیستان، یه آدم کوچولو فسقلی، بعدم دیگه سردش شده بود دلا توی رومانی و نمیدونم مرز ترکیه و فلان اینا. ببینید ببینید به چه فضاحتی. بله ما آمدیم اینجا، حالا وایستادیم، ماشین سرد شده، بخاری هم نداریم، حالا ببینیم چی میشه. یه کسی وافوری میاد اینجا منقل شما بده قرضمون، ما گرم بشیم بریم ایران نجات بدیم. خب این خنده داره، این آخونده هاش استفاده میکنن، میگن آقا کمپوزیسیونیه. وقت عباس سگدست هم میشینه میگه آقا سربه اینا چون طرفدار این هن این، پس شما هم حتما. نه آقا نیست، من به عنوان یه ایرانی که الان آمریکایی هستم حق دارم برای خودم یه چیزی رو انتخاب کنم. من حق دارم ماشین سفید دوست داشته باشم، شما ماشین سیاه دوست داشته باشی. نه من حق دارم به شما بگم ماشین سیاه نخر، نه شما حق داری. و من نمیتونم بگم چون تو ماشین سیاه دوست داری حتما با آلکاپون و با نمیدونم مافیا دوستی، میخوای ماشینت سیاه باشه که نبیننت. آخه این درست نیست عزیز من، حتما چون شما با این هستید با اون هستید. نه آبا، آگهیشونو گذاشتن اینجا، شما میتونی آگهیتو بذاری. اصلا توی آمریکا اینجوریه، یه نفر میاد یه شرکتی باز میکنه، مثلا من مینویسم ABC کمپانی، مثلا ABC مال یکی از دوستام، شما میای مینویسی بعد ABC کمپانی، هر چی دلت میخواد بعد راجع باشی. یکی میاد مینویسه ABC ساک، یعنی خیلی بد. اینجوری باید یاد بگیریم. و الا حالا شما بالاترین، اولا بالاترین هم دیگه رونق قبلی رو نداره، چون هر وقت یه چیزی میذاری آقا من آمدم تیتر این نشریه چیز مال فرداست چیه گذاشتم، اسمش نوشتم دربارش صحبت کردم، بعد نوشتن انتخاب تیتر ناسهی. من که انتخاب نکردم، مثل امروز من بیام بنویسم اسم این برنامه بام تهران، بعد شما بگید نه آقا این بام تهران بی خود نوشه. آقا من مقاله و سندش نشون دادم، از روش دارم میخونم. آره شما شدید برای ما وزارت ارشاد تو آمریکا، این بالاترین نوشتم، اگه میخوان بیان مصاحبه کنیم. و از اونایی نیستن که قایم مایان باشن، اسمشون اینها رو هم نوشتن الان یادم نیست. و شما یه روزی خیلی خوب بودید، بیان بگید چی بود، چی بود، چه جوری خرید فروش شد، عوض شد و اینها. ما تا شنیده بودیم که اوباما یا سازمان‌های مثلا 5 میلیون دادن، البته از این شایعات زیاده. ما میریم اینجا مثلا یه نونی از یه بقالی می‌خریم، طرف میگه آقا این می‌بینی چه احمقه، میگم چرا این ماشاءالله بیزینسش خوبه، میگن آقا مردی که نمیدونم شرکت کارت تلفنی داشته 5 میلیون گیرش اومده بقالی باز کرده. میگم خب چه چیزی بهتر از این، خودش از صبح تا عصر مشغول، خانواده‌اش هم اینجا مشغوله، با مردم هم در تماسه، با چیکار میگه؟ با 5 میلیون رو برمی‌داشت می‌ذاش زیر دوشکش میرم خوش می‌گذره. اون اینجوری دوست داره. شما اگه 5 میلیون گیرت اومد برو مدرسه بذار، شما اگه 5 میلیون گیرت اومد 5 میلیون رو برو بذار تو بانک از سودش بخور. بذارید هر کسی هر جور آزاده، هر جور راحت آزاد باشه، هر جور راحت زندگی کنه. خب برگردیم دوباره این فایل رو ببینیم. 3 و 14 دقیقه است، من سعی می‌کنم تا 3 و نیم بیشتر با شما نباشیم، بعد بریم یه سری شعرهای ناب شیرازی. آقای یدالله طارمی با اون لهجه شیرین، خودش شاعر، خودش هم مجری، دکلمه، بهترین اینه دیگه، وقتی که خود شاعر برای شما دکلمه کنه. اون روز این نفر نوشت آقا ببین این شعر مثلا فریدون مشیری شعر کوچه رو چقدر قشنگ. آقا طرف غلط میخوند، اصلا طرف غلط میخوند. گفتم بابا جون اقلا خود آقای فریدون مشیری، حالا روان شاد یادش گرامی، ویدیوش که هست، هم شعر کوچه رو خونده، هم شعر من اینجا ریشه در خاکم، اینا رو خونده، بدید اینا رو بخونن. یا اون شعر گرگ و نمیدونم
این شعر گرگ و انسان، من با این شعر اومدم اصلا تو رادیو تلویزیون. در اصل برید بذارید اون بخونه، حالا بیاد بعدم وقتی اون به این قشنگی اجرا میکنه دیگه شما چه کار هستید؟ مثل من مثلا وقتی آقای یدالله طارمی به این قشنگی اینو اجرا کرده، من بیام با این صدای نکره اینو بخونم، اصلا شعر اونم خراب میکنم. و چون من پیدا کردم دیدم که آقای یدالله طارمی شعرهای خودش خونده، این ویدیو رو درست کردم 40 دقیقه شعرهای شیرازی. اگرم شما اینو میخواین روی اینترنت هست، ولی اگه میخواین وقت منو بگیرید براتون بفرستم، 5 دلار، 10 دلار، 20 دلار، 100 دلار، والا یه دوستی ما داریم ایشون مایی 100 دلار به تلویزیون مردم کمک میکنه. دیروز یه چیزی نوشته بود منو شرمنده کرد، الان آمده 200 دلار داده برای ماه می و جون. ما حالا آپریلی، ما ماه می و جون، اصلا ممکنه من سکته کنم بمیرم، ولی پولش امروز گذاشتم به حساب. بعد نوشته که من شرمنده ام که نمیتونم بیشتر از این کمک کنم. اصلا اشکم در اومده بود اینجا. براش نوشتم دوست عزیز چرا شرمنده باشی؟ دشمنت شرمنده باشی. شما بیش از اون حدی ام که باید کار میکنی. من بارها گفتم ای کاش 30 نفر 30 تا 10 دلار بدن بشه 300 دلار خرج اینترنت ما، برق و کامپیوتر رو نمیدونم این چیزا بشه. به جای اینکه یه نفر بیاد یه دفعه بگه آقا من میخوام 3000 دلار بدم مثل آقای فرهاد پارسی، بعد میخواد ما رو بکشه ببره نروژ، ما رو بکشه ببره این ور اونور، خدا میدونه توی گونی به کدام مملکت به اصطلاح سرانجاممون ختم بشه. این آقایی که 10 دلار میده، اون منوچهر عزیز که 10 دلار میده، اینها روش میشه حساب کنی. این آقایی که 100 دلار میده ببخشید، ولی اونی که 3000 دلار میاد میده، همین بنده خدا با آقای شایان کاویانی هم پول داده، نه این آقا، اون آقای فرهاد پارسی پول داده بود، یه دفعه شایان کاویانی غیبش زد، بعد خود من رفتم با آقای ستار دلدار صحبت کردم، گفتم اینجوری بود، این بایاش گفت بود بلیت میخرم بیا و فلان، به خود من میگه آقا بیا با تلویزیون نمیدونم کیه دیدار کار کن، مشکلی نداری؟ گفتم نه. بعد چرا من بیام؟ من اینجا نشستم، هر کاری میخوای این روزا از طریق اینترنت و اسکایپ و تیم ویور و گو تو میتینگ و همه اینا برقرار، یعنی اصلا لازم نیست بریم اونجا. من هفته پیش یه جای دعوت بودم، چند تا از دوستامون این ور شهر بودن، من و چند تا دیگه اون ور شهر بودیم، این میگه بیاین اینجا، اون میگه بیاین اینجا، گفتم بابا یه کاری کنیم، هر کدومتون برید هر جا دوست دارید این فیس تایمتون رو روشن کنید بذارید با هم صحبت کنید. و این همون حضور حاضر غائب شنیده ای، اینجوری میشه. در صورت ما نرفتیم، شانس هم آوردیم نرفتیم. میبینید حالا همون تلویزیون دیدار چیه چه کار کرده، اون تلویزیون های دیگه چه کار کرده. این آقای امید امیدوار، آقای توکلی، آقای مینویی، بنده خدا هی میگن آقا پول بدید ما تا عید بریم ایران. میگم آقای مینویی شما نگاه کنید برنامه اینو، یک ساعت و نیم برنامه شما میذارید 48 دقیقهش وصله 42 دقیقه قطعه. من اینجا چون به شما تعهد دارم میشینم نگاه میکنم ضبط میکنم، اونی که تعهد نداره دوتا فوشم میده میره یه کانال دیگه. ایشون گفت بله، خیلی هم به من گفتن. میگم خب آقا اگه ایشون از شما پول میگیره یه سرویسی بخره مای 99 دلار که هی تبلیغ وسط نشه، شما داری حرف میزنی دوتا تبلیغ میاد، اون که قطع نمی کنه، اون که قطع نمی کنه، اون داره فیلم شما رو نشون میده، این تبلیغ یو استریم میاد روش و اصلا سرکلافه صحبت یا مطلب از دست بیننده میره بیرون، از ذهن بیننده میره بیرون. در صورت حالا اگر چیز بشه نمیدونم، والا اشکال زیاده، اونم امیدواریم درستش کنن، چون تا حالا هر وقت ما به اینها یه چیزی گفتیم فکر کردن ما بابا ما اگر دشمنتون بودیم که نمیگفتیم عیبتون رو، میذاشتیم این عیبه کله پاتون کنه. آها راجب کله پا شدن دوست، کله پا چه، نه کله پا شدن، یه دوستی گفت آقا متوجه شدید که ایران توی خبرهاش برای آقای صبری حسنپور نوشته بود تشکیلات غیرقانونی؟ من گفتم آخه ایران چه کار است؟ ایشون تو هلند رفته یه تشکیلاتی رو باز کرده به ثبت رسونده. گفت آها اونها از شما و آقای صبری حسنپور خیلی جلوتر و پدرسوخته دارن. گفتم چطور؟ گفت اونها میدونن که این نوع تشکیلات بر علیه دولتی غیرقانونیه. حالا یا این دوستان دروغ میگن که ما یه همچین تشکیلاتی رو به ثبت رسوندیم،
یا اینکه به اونها دروغ گفتن، نگفتن ما میخوایم بریم این کارو بکنیم. یادتونه شورای ملی شروع شد گفت در انگلستان و آلمان و فرانسه و فلان اینها، بعد یکی یکی گفتن البته اینجا نمیتونیم به صف برسونیم، اونجا هم چلو کبابی نزدیکش نیست نمیتونیم بریم، اونجا هم نمیتونیم بریم، حالا همین خونه آقای رضا پهلوی یکم صحبت میکنیم با هم دیگه. پولم 500 هزار دلار گرفتن رفتن. چیکار کرد شورای ملی؟ آقای حسن پور اقلا از رضا پهلوی یاد بگی. 500 هزار دلار گرفته به اضافه پولایی که داره داره میگرده. شما بیچاره برای 100 دلار 20 دلار گرفتن حالا میخوان آسین بکنن، چی میگن چوب بکنن تو آسینت. امروز با یکی صحبت کردم گفتم اگه خبری هست از ایشون بیا به ما بگو و اینها، گفت نه آقا این اصلا عددی نیست که دولت ایران بفرسته ترکیه اینو دستگیر کنن برن. ولی برید سازمان مجاهدین ببینید چه جوری داره مثل پاپ کورن توی مایتابه طلاق طلاق میکنه که این خائن بوده چون با آقای ایرج مصداقی صحبت کرده، حالا رفته ایران، اونا گفتن گرفتنش که بعد بیاد اینجا مشهور بشه. مشهور بشه، بشه کی؟ بشه مثل آقای اوسانلو. آقای اوسانلو به کجا رسیده؟ بشه آقای اکبر گنجی. آقای اکبر گنجی 500 هزار دلار گیرش اومد، اونا دیگه چه زبلیان. بشه مثل آقای سازگارا. آقای سازگارا به کجا رسیده؟ خود آقای سازگارا به من گفت آقا من خونم همین نزدیک خونه ما هم است و من یه اینجوری به من میگو، گفت من یه جای خیلی کوچیک زندگی میکنم، کتابام هم حتی زیر تخت خوابه. راست دروغ نمیدونم، چون این روزا انقدر مردم دروغ میگن که اگه یه وقت راست بگی شما دیگه باور نمیکنی. همه چوپان دروغگو، همه دروغگو. خب ببینیم که توی این 7-8 دقیقه شما باقی مونده برای شما چه کار کنیم. آقای اندی مددیان، این خواننده خوب ما، امروز صبح و دیشب برای من دو تا ایمیل فرستادن، گفتن که خودش و همسرش برنامه به اصطلاح مال امریکن رسلر یه برنامه هایی گذاشتن فال 2016، یعنی پاییز 2016. بذار عکس بهتون نشون بدم اون چیزی که برای من فرستادن، منم برای شما پوسترش رو نشون بدم. و میدونید اندی حتی مسابقه فوتبال اینجا هم رفته بود، اون برنامه هاف تایمش رو یا نیمه اجرا کرده بود، اینها خیلی هم قشنگ بوده. بعد اینه میگه که اندی گویا توی این برنامه هم با خانم شینی به اصطلاح برنامه اجرا میکنن. این برنامه های آمریکایی حسنش اینه که حتی ورزشاشون و اینها با یک سری انترتینمنت یعنی تفریح و سرگرم کردن مردم همراه است. نوشته اندی اند شینی پرفورم ات نیوپورت. من همیشه فکر کردم نیوپورت نیوزه، ولی نیوپورت نیوز مال ماست اینجا. نیوپورت بیچ فیلم فستیوال، گویا یه فستیوال فیلمی هست. و بله اندی و شینی پرفورم the closing song. میدونید بعضی وقتا یه اوپنینگ دارن یه کلوزینگ دارن. حالا این کپل به اصطلاح خوبه ما، یکی از من پرسید شینی کجاییه، گفتم فکر کنم آمریکایی باشه. حالا کسی میدونه، شاید از خود اندی سوال کردم یا نکست تایم که هر دوشون رو دیدم ازشون سوال کردم. در صورت آدم ها و انسان های بسیار شریفی هستن. با این هنرمندا وقتی میخوای کار رو کنی، ببخشید اینو میگم بهتون، بی احترامی نشه هنرمندای عزیز، ولی معروفه میگن وقتی بهشون دست میدی سلام میکنی یا خداحافظی میکنی بعد انگشتاتو بشمار ببین انگشتری ساعتی انگشتی چیزی رو کات نکرده باشن. اینم از این. و اما میدونید که سر صدای زیادی که این عکس به اصطلاح جکسون روی پول 20 دلاری رو، بذارید ببینم ما 20 دلاری داریم یا همش 1 دلاری داریم، میخوان عوض کنن و عکس یه خانم سیاه‌پوستی رو میذارن. میدونید آمریکا هم فکر نکنید خیلی پیشرفت کرده. ببینید این آقا چون هم بردهدار بوده و هم خیلی سرخ‌پوستا رو کشته و اینها، حالا فهمیدن که بابا این برای آمریکا ننگه که یک چیز اینجا باشه. البته وقتی شما میری میبینی اونای دیگه هم که هستن اونا هم به همین ترتیب، ولی خب مقدار ننگشون کم و زیاد داره. حالا از این 20 دلاری شروع کردن و قرار شده که عکس این خانم که فعال سیاسی بوده و برای به اصطلاح برای slave برای برده ها خیلی کار کرده و حتی وقتی خودش آزاد شده از این منطقه هر جا که بوده رفته دوباره برگشته اونجا فعالیت کرده و دیگران رو آزاد کرده، عکس این خانم رو میخوان بذارن
همین الان هم هنوز اعتراضای زیادیه این خانم هست. تازه یکی گفت که نه فعلا میخوان اون عکس اونو ببرن پشت پول، عکس اینو بذارن جلو تا بعد به تدریج عوض بشه. در هر صورت یکی گفته بود اینم یکی دیگه از خدمات اوباما. من نمیدونم ماجرای اسکناس و چاپ و زرادخانه و زرادخانه مال اوصله است، اینها جزو چه سازمانیه؟ همه چی رو اینجا دوستان رئیس جمهور تصمیم نمیگیره، یا حداقل تصمیم نهایی با اون نیست. میتونه یه چیزی رو پیشنهاد کنه، بعد مجلسین صحبت میکنن، بعض وقتا به رأی گذاری گذاشته میشه، برای مردم هم حتی میتونن توی اون به صورت یه چیزی که میخواد عوض بشه، این کلمه رفراندوم یا اصلاح طلب، شما میتونی بگی اینو میخوام اصلاح کنم. یه ساختمون که اینجا میخوام بسازم برای یه مدرسه، این رو میان به صورت رفراندوم، نه رأی گیری، نظرخواهی، هر چی بگی میذارن. بعد ماها میریم میگیم که آقا اینه که میذاری اینجا، بعد بچه‌ها میان تو خیابون بازی میکنن، ماشینا میزنن به بچه‌ها، یکی میگه آقا ببرش اونورتر، دو تا خیابون هم اینجوری بکش. اینها با شور و مشورت این کارا رو میکنن. متاسفانه آمریکا بد شده، خیلی بدتر از 30 سال پیش، خیلی بدتر از 60 سال پیش. و دیشب با یکی از دوستام صحبت میکردم، گفت هنوز تنها شانسی که داریم اینه که فعلا کاخ سفید خرید و فروش نمیشه. گفتم اهه؟ گفت بله، با همه که شما فکر میکنید هر کی پول میده میره، ولی نگاه کنید چرا راسپرو نتونست بره، چرا فوربز نتونست بره، و چرا کلینتون که وضع خوبی نداشت، چرا اوباما که وضع خوبی نداشت. البته بعدن اگه نگاه کنید برید الان ببینید آگهی های کلینتون و هیلری کلینتون و اوباما رو سال 2008، که سال 2008 اوباما چگونه میگه من از شرکت های نفتی پول نمیگیرم، ولی امروز میگن همه رو دروغ گفته، همون موقع هم گرفته. حالا هم اوباما هیلری کلینتون توی مخمصه بزرگیه، برای که وقتی سندرز ورقه های مالیاتیش رو آورد نشون داد، این خانم کلینتون هم آورد. اتفاقا دکتر عباس برای من یه چیزی نوشته بود، آقای دکتر عباس بیا بابا گهگاهی تعارف نداریم، حالا چون شما خودت هم میگی حالت خوب نیست و اینها و بالاخره مسن‌تر از منم هستی، آدم نمیدونه دیگه با این پرنس با این همه وضع خوب اینا 57 سالگی فوت شد، مایکل جکسون 50 سالگی. تا هستید بیان با مردم صحبت کنید، نظراتتون رو بگید، شما یه عمر تجربه دارید، یه عمر تحقیق کردید. در صورت ایشون فکر کنم برای من نوشته بود که میلیون ها دلار خانم اوباما از سخنرانیایی که میکنه و از پولایی که اینها به دست میارن. میدونید مثلا من نمیدونستم هیلری کلینتون گویا جزو دایرکتورای والمارت بوده. والمارت یه فروشگاه خیلی بزرگه که ما هم بالاخره به خاطر اینکه پول سیو کنیم میریم ازش خرید میکنیم، ولی این باعث شده خیلی از بیزینس‌ها از بین برن، بیزینس‌های کوچیک رو نابود کرده. و اما آقای سهیلی مسعود میرزا شاعر خوبمون از کانادا نوشته شعری که به خاطرش نام سیمین بهبانی از لیست شعرای معاصر خط خورد. شدم گمراه و سرگردان میان این همه ادیان، میان این تعصب‌ها، میان جنگ مذهب‌ها، یکی افکار زرتشتی، یکی افکار بودایی، یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی، یکی در فکر تورات است، یکی هم هست نصرانی. من برای ایشون نوشتم آقا حالا اونایی که اسمشون مونده توی این لیست شاعران معاصر، ما چه تاج گلی به سرشون میزنیم که به سر خانم سیمین بهبانی نمیزنیم؟ نکنید خودتونو به این چیزا دلخوش نکنید که اونها هم به این چیزا شما رو تهدید کنن. اگر نوکری ما رو نکنی اسم تو بر میداریم. خب اینم دوباره داره میگه که فکر کنم چیناست، بله چین، میدونید ماشین و صنعت و اینا همه دنیا رو داره میگیره، وسایل بماند. از این ورم ببینید شهرسازی و ریل راه آهن و اینها، البته میگن چین چون بدون برنامه شروع کرد شهرسازی و اینها، اینجا شهر که میخوان بسازن قبلش نصفشو فروختن، نصف دیگرش هم نصف پولشو گرفتن شروع میکنن. اینا رفتن ساختن یه جاهای خیلی زیاد و اینها تو تلویزیون هم چندین بار نشون داده، نه کسی اونجا ساکن هست، نه کسی از این فروشگاه های بزرگ، مال های بزرگ استفاده میکنه. البته این مال شانگهای هست، بیجیم شانگهای، این ایستگاه قطارش هست، داره عکس از بالا نشون میده که ببینید چند تا راه آهن میاد اینجا و میره. بعد تو ایران مقایسه کنید، اون وقتا مثلا میگو که هفته یه بار یه قطار از یزد میره مشهد،
یا مثلا میگفتن هفته دو روز یه پرواز هست از شیراز به تهران. ببینید دنیا اینجوری با این سرعت پیش میره و قطارش رو نگاه کنید، از هواپیما خوشگلتر، احتمالا سریوسه، بله 350 کیلومتر در ساعت. این هم مسافراش، اون هم خدمش، نگاه کنید. و مردم چجوری مرتب پشت این خط وایسادن، اونجایی که زرد هست نزدیک نمیرن، چون این هم با سرعت میاد و هم اینها نظم و ترتیبشون، نگاه کنید. خب این هم مهماندارای این هواپیما یا خدمه این هواپیما، و این هم توی دستشویی و توالت چی نشون میده برای اونایی که بچه دارن، میخوان بچه‌شون رو پمپرز و دایپرز و نمیدونم قنداقش رو عوض کنن و اینها. و این هم این ماجرای دست تو فشار بده دست بشور، این من نمیدونم کی میخوان عوضش کنن. این مال موقعی بوده که اون پایین رو میبستی، شما فشار میدادی، این آب میریخ اونجا، خیلی هم کار کثیف و چلمی بوده، چلم میگید شما هم. بعد الان که دیگه کسی این کار نمیکنه، این باید با پا فشار بدی، دوتا دستت آزاد باشه بشوری. اینم صندلی هاشو نشون میده که چقدر راحت و خوبه. و باز خدمه ها اینجا چقدر مرتب منظم. What do you think? Made in China with our money from all our made in China purchases. آقا ناراحت نباش، من و شما پولی به چینا ندادیم، هرچی هم ازشون خریدیم فعلا بدهکاریم، خود دولت هم تا حالا گفته یه روزی میخوریم آب میکنیم روش، نگران نباش، پول مال من و شما نیست. خب اینم راجع به اندی شینی براتون گفتم، دوبار برام آمده بود اینجا و بس دیگه، ساعت 3:30 گفت بس دیگه، سوختم، شعله رو خاموش کن، تلویزیون مردم به دیگران به اصطلاح معرفی کنید، خودتون اگه مایل هستید از تلویزیون مردم استفاده کنید. ببینید همینجوری که این زیر نوشتم، اینم براتون خاموش کنم، شما هم میتوانید از تلویزیون مردم استفاده کنید. کجا میری؟ یه ثانیه. بله خیلی ساده است، میگید که برنامه زنده میخواییم، برنامه از قبل ضبط شده میخواییم، من راهنماییتون میکنم، من براتون دستگاه رو نصب میکنم. یه کامپیوتر داشته باشید، این روزا بیشتر کامپیوتر هم دوربین داره و میکروفون داره، شما میتونید برنامه داشته باشید، دیگه احتیاج به تلویزیون ملی ثابت نمیدونم فلانی و ولانی و اینها نیست. چی بوده داشته؟ عصر تکنولوژی، زمان تکنولوژی، ازش استفاده کنید. خب از اینکه با من بودید و حرفای من گوش دادید، امیدوارم گوش داده باشید، ممنون متشکرم. و دوستان سعی کنید که عصبانیت و فحاشی رو کنار بذارید، منطقی همه مشکلاتتون رو حل کنید. اگر دیدید حل نمیشه، بعضی وقتا walk away، یعنی ازش دور شو. اتفاقا تو کاراته یاد میدادن که میگه که سعی کن از درگیری refrain، یعنی بری آقا بری دنبال کارت، وای نسی به یکی دعوا کنی، حالا تو زورت زیادتر یا من زورم زیادتر، بعد به هر کدومتون پیرنتون پاره بشه باید حالا بری یه روز اضافتر کار کنی تا یه پیرن بخری. خب بس دیگه، بریم سراغ آقای یدالله طارمی، بعدم به نوبت برنامه پخش میشه. امروز برنامه جدید رادیو کیان ایران هم آوردم، میبینید برنامه رادیو کیان ایران هر روز جدید عوض میشه، جمعه هام آدین شب دارن، اگه برای من بفرستن من اونو شنبه تا دوشنبه براتون میذارم. و با آقای سرهنگ فرهومند تماس بگیرید، صحبت کنید، ایشون کتابی نوشته در 500 صفحه، کتابشون به دست من برسه توی برنامه‌ها این قانون تلویزیون مردم پروموت میکنیم، شما تماس بگیرید، بگیرید، بخرید، بخونید و آگاه بشید. آگاهی چیز خوبیه. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. 26 دقیقه دیگه با آقای حسن ارشاد از ایران خواهیم بود. مرسی، ممنون، متشکرم. سالم، شاد، سلامت باشید.